دومین مورد، شاه مدعی نجات از مرگ توسط حضرت عباس داشته میرفته امامزاده داد. اندکی بعد در تابستان هنگامی که به زیارت مرقد امامزاده داوود میرفتیم، از اسب به زیر افتادم و بیهوش شدم. همراهان تصور کردن مردم، ولی حتی خراشی بر نداشتم. در حال سقوط از اسب بود که شمایل حضرت عباس ابن علی را مشاهده کردم که دستم را گرفته حفاظتم می کند. سومین مورد، شاه مدعی دیدار با امام زمان میشه. میگه به این دو واقعه اتفاق دیگری را باید افزود. چندی بعد در کاخ تابستانی تصویر امام دوازدهم امام غایب را دیدم. این قبیل رویاها و اندیشه های اسرارآمیز طبیعتا برای کسانی که از اعتقادات مذهبی عمیقی برخوردار نباشند قابل تصور و فهم نیست. پس شاه پس از ذکر این موارد تاکید میکنه که این نوع امور رازآلود و اسرارآمیز برای اونایی که فاقد اعتقادات مذهبی هستند خب قابل تصور و قابل فهم نیست. بدین ترتیب راه هر گونه انکاری رو شاه پیشاپیش میبنده، برای اینکه تکلیف بیدینا روشنه، چون بیدینا اساسا هیچ اعتقادی به خدا و موجودات غیر مادی ندارن، پس اونا معلومه که منکر میشن. اما افراد مذهبی اگه بگن که این حرفا دروغه، شاه میگه که این افراد معلومه که ایمانشون عمیق نیست، اعتقاداتشون عمیق نیست، به همین دلیل نه فهمی از این امور دارن نه میتونن چنین تجربه هایی داشته باشن. مورد بعدی، نجات از صانعه هوایی. شما میگه اقلا در 4 مورد تفضلات خاص الهی شامل حال من شد و ایمان عمیق مذهبی مرا یاری داد. نجات خود از یک صانعه هوایی به هنگام پرواز در حول و حوش اصفهان و بازدید از فعالیت های احداث تونل کوهرنگ که هواپیمایم در یک ناحیه خطرناک دامنه کوهستان سقوط کرد، اما آسیبی به من نرسید و من نیز زنده ماندنم را فقط مرهون رحمت خداوندی میدانم و بس. خب پنجمین موردی که شاه میگه نجات معجزه آسا از ترور. در بعد از ظهر 15 بهمن 1327 شاه در مراسم جشن سال گرد روز دانشگاه تهران شرکت میکنه. تو اونجا ناصر فخرایی چند گلوله به سوی من شلیک کرد که 4 تای آن به من اصابت کرد و خراش هایی در ناحیه گردن و صورت وارد آورد. شکست معجزه آسای این سوی قصد و نجات من مرا در ایمان به اینکه از تفضلات و عنایات خاص خداوندی برخوردار هستم استوارتر کرد. خب اینا ببینید چندین نمونه از مواردی بود که من خدمت شما ذکر کردم که در این موارد شاه در از ارتباطات ویژه خودش با ائمه اطهار، با ائمه 12 گانه شیعیان صحبت که میگه به اونا نه تنها من اعتقاد دارم و از عقاید اونا پاسداری کردم، بلکه اونها در مواقع سخت به یاری من اومدن، من از مرگ نجات دادن، به من کمک کردن، از بیماری نجات دادن، از ترور نجات دادن. این هم مواردی هستش که شاه زد. هفتمین نکته که شاه ادعا میکنه اینه که میگه انقلاب سفید که درست کردش، این انقلاب شاه و ملت یا انقلاب سفید مبتنی بر اساس تعالیم اسلامی بود. پس شاه نه تنها خودشو حافظ دائمی اعتبار و حیثیت اسلام معرفی میکنه، بلکه مدعی است که انقلاب سفیدی هم که درست کرده بر اساس تعالیم اسلامی مبتنی بوده. میگه علاوه بر اعتقاد شخصی در مقام رئیس مملکت، من همواره به ضرورت حفظ و صیانت و حیثیت و اعتبار آن کوشا بودم. تمدنی که بر پایه خدا و نشناسی و عدم رعایت اصول اخلاقی و معنوی استوار باشد فاقد اصالت و رسالت است. انقلاب سفید ما نیز کاملا بر اساس تعالیم اسلامی مبتنی بود که مورد احترام هر خانواده ایرانی است. خب یه مورد دیگه ما میتونیم برای تایید این حرف شاه بیاریم. شاه در 24 مرداد 1350 فرمون دادش که سپاه دین تأسیس بشه. شاید این حرکت یکی از شواهد تایید کننده ادعاهای شاه باشه که میگه انقلاب سفید بر اساس تعالیم اسلامی بود. شاه تو فرمان خودش نوشت نظر به اینکه بزرگداشت شعائر دین مقدس اسلام و ترویج احکام دین و حفظ معنویت جامعه پیوسته مورد توجه خاص ما بوده است و معتقدیم که جامعه ایرانی باید در زمینه‌های مادی و معنوی هماهنگ پیشرفت کند، به موجب این فرمان مقرر می‌داریم سپاه دین
از مشمولان خدمت وظیفه عمومی که در رشته های دینی و علوم و معارف اسلامی تحصیل کرده اند تشکیل شود و به اجرای وظایف خود بپردازند. مسئولیت اجرای این فرمان و اداره سپاه دین به عهده سازمان اوقاف خواهد بود. همون موقع آیت الله خمینی یک احساس رقابت کرد که شاه داره یک چیز رقیب برای روحانیت درست میکنه، لذا چند روز بعد در 21 آبان 1350 این عمل شاه رو توطئه استعماری خوند و یک بیانیه مفصلی داد، محکوم کرد که من بخشی از اون بیانیه رو براتون میخونم. خمینی نوشت: نغمه سپاه دین در شرایطی ساز میشود که دستگاه جبار هر روز ضربه های پیگیری بر پیکره اسلام وارد میکند و دست جنایتکار اسرائیل را در تمام شئون اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران باز گذاشته است. بسیاری از علمای اعلام، خطبای اعظم، مؤسسین علوم اسلامی و ملت شریف ایران در زندان تبعید و تحت شکنجه به سر میبرند و جوانان غیور وطنخواه اعدام و تیرباران میشوند و یا مقدمات محاکمه و اعدام آنها فراهم میشوند. این جانب به ملت محترم ایران اعلام خطر میکنم که اگر خدای نخواسته ایادی اجانب و دشمنان اسلام در این مقصد شوم و کمرشکن توفیق پیدا کنند، اولا علمای اعلام و بقاز و مروجین اسلام را کنار زده و ثانیا اسلام و احکام آسمانی آن را محو و نابود می نمویند. خطر این سپاه نامیمون که باید در خدمت استعمار جمیع حقایق اسلام را به نفع آنها توجیه و تعبیر کند، بزرگترین خطری است که مسلمین و در رأسان علمای اعلام با آن مواجه شدند. این نقشه خطرناک را کشیدن تا به خیال باطل خود دست علمای اعلام و مبلغین را کوتاه کرده و اسلام را به وسیله امار خود بازیچه قرار دهند و اساس دیانت را برچینند تا به مقصد خود که قبض کردن تمام ذخایر کشور است برسند و ملت مسلم را عقب مانده و استعمار زده نگه دارند. اینک بر مسلمین غیور و خصوص نسل جوان روشن فکر است که با کمال جدیت از این نغمه ناموزون خانمانسوز اظهار تنفر کنند یا با نام فریبنده سپاه دین میخواهند دین و استقلال کشور را پایمال. هشتمین نکته ای که شاه میگه اینه که میگه من در دوران پادشاهی من امام رضا رو به عظمت رسوندم و حرمش رو به عظمت جهانی رسوندم. میگه در زمان سلطنت من آستان قدس رضوی و مرقد حضرت رضا به اوج عظمت و اعتلا رسید و در شمار مهمترین بنیادهای مذهبی جهان اسلام قرار گرفت. نوسازی آستان قدس رضوی مرهون نزول و وجوهی بود که شیعیان از جمله خود من به این بنیاد تقدیم داشتند. نهمین موردی که شاه صحبت میکنه بر سر مخالفت سریع با اصول اسلام. شما میدونید که یکی از وظایفی که الان تو ایران بر اساس قانون اساسی به شورای نگهبان داده شده اینه که شورای نگهبان قوانینی رو که مجلس شورای اسلامی تصویب میکنه اینا تشخیص بدن که اینا مخالفت صریح با قوانین اسلامی داره یا نداره. اگه داشته باشه رد میکنن. فقیهان اصلا میگن ما اومدیم که اصول مقدس اسلام رو اجرا بکنه و هیچ قانونی نباید برخلاف اون باشه. اما شاه تو پاسخ به تاریخ قبل از اینکه چنین نهادی جمهوری اسلامی تشکیل بشه میگه اصلا خود اینا کارهایی که میکنن مخالف با اصول مقدس اسلامه. شاه اونجا مینویسه: آنچه امروز در ایران انجام می شود صریحا مخالف اصول مقدس اسلام است. آرزومندم که این اشخاص هر چه زودتر متوجه خطاهای خود بشوند و به راه راست باز گردند و دریابند که انقلاب امروز ایران در راه خدا و قرآن نیست، بلکه در خدمت بدکاران و بدندیشان است. آنها به روشنی می بینند که اکنون همه آشوبگران حرفه‌ای مخالفین دیانت و اسلام به اردوی آنان پیوستند. خب شاه دهمین نکته ای که میگه اینه که روحانیت حقیقی میگه پشتیبان من بود. روحانیت همیشه از من پشتیبانی میکرده. فقط تعداد اندکی روحانی مخالف من بودن که اونا آخوندهای درجه دوم بودن. البته شواهدی برای این وجود داره که بعداً بعد ذکر بکنم. ولی اون چیزی که شاه عیناً میگه یکی از نمونه‌هاش اینه. میگه هنگامی که در بهار 1357 برای زیارت مرقد امام هشتم شیعیان به مشهد رفتم، جمعی کثیر از روحانیون وفاداری و پشتیبانی خود را نسبت به من ابراز داشتند و در این شهر مقدس با استقبالی عظیم روبرو شدند. نکته 11 که شاه میگه اون روحانیتی که الان و
بعد از انقلاب با پیروزی انقلاب اومده ایران و در رأس زمام قرار گرفته، حکومت اسلامی تشکیل داده، اینا آخوندهای درجه دوم هستند. آخوندهای درجه اول نیستن که حکومت گرفتن اینا هم فاجعه آفرینه. میگه میان رهبران جامعه تشیع اتحاد نظر وجود ندارد. کسانی که با نام جامعه روحانیت بر ایران حکم میرانند اقلیتی کوچکتر از روحانیون متعصب و درجه دوم بیش نیستند که به کلی از آرمانها و تعالیم مقدس اسلام بدورند. ارعاب و وحشت و تفتیش عقاید و آرا مانع آن شد که مراجع روحانی علنا در مورد فجایعی که به نام اسلام صورت میگیرد اظهار نظر و قضاوت کنند. خب شاه نکته بعدی که میگه، دوازدهمین نکته، دلنگرانی خودشو برای اصول و تعالیم دین مقدس اسلام بیان میکنه. میگه که اعمالی که آیت الله خمینی انجام میده به شدت زیان آوره و این اعمال آیت الله خمینی مخالف صریح اصول و تعالیم اسلامه. خمینی ایران ضامن صلح و امنیت خاورمیانه رو میگه ویران کرده و ویران ساخته و این کار برای کل جهان اسلام مضره. جملات شاه اینه: و شکستگی کامل و خونین آن شخص ممکن است برای دین اسلام به طور کلی به خصوص مذهب تشیع زیانها و مخاطرات بسیار در پی داشته باشد. ویرانی یک کشور توانای اسلامی که ضامن صلح و امنیت خاورمیانه بود چگونه میتواند برای دنیای اسلام زیان آور نباشد؟ افکار مالیخویای دیکتاتوری خمینی که به یاری تنی چند از همدستانش اکنون بر ایران حکومت میکنند کاملا و صریحا مخالف اصول و تعالیم دین مقدس اسلام است. سیزدهمین نکته که شاه میگه در مورد مارکسیست اسلامی، شاه در اواخر دهه 40 و 50 این عنوان مارکسیست اسلامی رو برای مخالفین خودش خصوصا برای گروه های چریکی درست کرده. میگه که شروع این پدیده رو شاه میگه از اینجاست، یعنی از حرکت اعتراضی خرداد 1342 به رهبری آیت الله خمینی، و مدعی که این برساخته که اون البته شاه التقاطی و نامتجانس اسم میدونه، میگه از اینجا شروع میشه و طی یک دهه این رشد میکنه که بعدم با انقلاب 1357 ایران به ایران مسلط میشه. این جملات شاه اینه: در 10 سال متعاقب این حوادث بود که مارکسیسم اسلامی در ایران پدیدار شد. برای هر مسلمان معتقد این ترکیب غیر قابل تصور است، زیرا مارکسیسم مکتبی است مبتنی بر مادی‌گرایی یه مطلق و نفی و انکار وجود پروردگار و دین را افیون و مخدر ملت‌ها می‌خواند. خوشبختانه در میان روحانیون فقط آشوبگران و متفکران مالیخویایی یافت نمی‌شود. بسیارند آنهایی که جداً و صمیمانه به رسالت معنوی و روحانی و اخلاقی خود در اعتلاء انسان‌ها عمل می‌کنند. اما این گروه نتوانستن مانع فعالیت مارکسیست‌های اسلامی بشوند که تصور می‌کنم می‌توان میان کمونیسم و اسلام تلفیق و تعلیفی به وجود آورد. چگونه می‌توان بر اندیشه‌های مالیخویایی و عوام فریبانه کسانی که می‌خواهند کمونیسم را با اسلام تلفیق کنند و سخنان پیامبر خدا را همتراز نوشته‌های ضد دیانت قرار دهند صحه نیاورد؟ خب در این زمان ما می‌دونیم که سازمان مجاهدین خلق یک ایدئولوژی درست کرده بود که در هم دلان دلان شکل میتونیم ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در اون دوره رو بگیم خانش مارکسیستی اسلام بود. تو این شک و تردیدی نبود. اون زمینه ها در نهایت، یعنی اون نوع قرائت مارکسیستی از اسلام باعث تغییر ایدئولوژی سازمان شد و به انقلاب ایدئولوژیک سازمان کشیده شد و بعدم که کمونیست شدن، مرتد شدن و اعلام کمونیست کردن، ادهی از افراد همرزم خودشون که مسلمان باقی مونده بودن ترور کردن و کشتن. در دهه 40 و 50 واقع مطلب اینه که نوع اندیشان دینی تفسیری که از اسلام میکنن، روایتی که از اسلام کردن، روایت های چپ بودش. اما در صحبت های شاد دو تا خطا رو میشه به رسمیت شناختش. یکی این که نه همه مخالفین شاه مارکسیست های اسلامی بودن که شاه اینجوری قلمداد میکنه و نه آیت الله خمینی و طرفداراش نظر مثبتی به کمونیست داشتن، اونا به شدت ضد کمونیست بودن، ولی به هر حال شاه چنین ادعایی داشته و چنین ادعایی رو مطرح میکنه. میگه
برای من که عمیقا خداپرست و متدین هستم، حتی تصور تلفیق میان معنویت مذهبی و مادیگرایی مطلق مارکسیسم میسر نیست. مارکسیسم اسلامی چیزی نیست جز جمع ازداد. مگر نه این است که لنین و پیش از او مارکس مذهب را افیون توده ها میخواندند؟ چطور میتوان قبول کرد که انقلابی هم از مرام اشتراکی الهام بگیرد و هم از دیانت مقدس اسلام که مادیگرایی را به هر شکل و هر نوع و هر صورت محکوم میکند؟